نادر کامل کجاست ریکورد کو ریکورد کو بچه ریکورد است تیز برو تیز برو تیز برو 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 که قضیه بسیار داغ است و بچه گوشه کنی میجی نمیجی گوشه 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 کیجی قضیه بسیار داغ است برام زنگ زده بودن که به تیز کرده برم کسیم بیا برو دیگه برو دیگه برو کو کوی برو تو کجا میبینی این پیاده دختر است تو چی کار هستی؟ اینا چرا خریدی تو؟ پس کو برو لعنتی ما گزارش گرسته ما نه این با تو ارتباط نداره گزارش ته برو دگدای دیگه جور کوی وظیفه خود ما سی کار ما است کار تو نیست برو لعنتی این دختر کو خود دختر است تو بلیا کو کو خود برو علاج بده دختر کم نمی مانه بد که بفروشی تا بچه کاکا تو حال چرا این دختر تا گرفتی سودا که یه خوش دختر است و بدر تو چی میفهمی؟ ها؟ تو چی میفهمی تو؟ این سر و نیم سر و سر و نیم قد یکی شک فروختم دیگاهش نان میتم پریشان هستم بیچاره هستم خیلی نم کنیم یک دو تا نان پیدا میکنم ما وزی نمیخوریم تا دانه نمی اولاد آمیتیم مجبور هستم بفروشیم اولاد خدا این وقت درس مکتبش سو دختر تو مکتب میرفتی؟ چی کارا میخواد شه؟ میخوام معلوم شه مولا قرار نمونه. میخواد معلوم شه. بس پس کو. نه کو بده. تو نه پروژه دختر. نه نه پروژه دختر. پس کو سوزه. پس نه قبول دارم نه میمانم که مبرجی دستگی. چی کو دارم نه. پس چه کرد تو آقا میش کردی ما. نه بر رو بیادارم این طفله که نه بر کجا میمانم. همی کدی با آرام ایشه برو. نه میمانم که مبرجی دختر ما کش نگیرم قبول خدا چی روز سر ما بردی خدا جان خدایا خدا خدا من چیز تو کس دیگه ندارم خدا جان خدا تو خو میبینی تو خو میبینی که از ناچوری اولاد خدا فروخته از بزرگی از بزرگی بمونم نه دختره که خود که دخترم نیمجه دخترم چاره دگه نداشتم دخترم از ناچوری فروخته جان مادر خو احساس خو واقعا که معلوم است بر بینندای عزیز که ما را امیل لحظه میبینن و موضوعی که انتخاب شده بود فقر و بیچارگی در جامعه ما ای مثل افتوار روشن است ای یک نمونه است شاید صدها خانه باشه که گزارشگر و تلویزیون و ای مسائل هیچ خبر نباشه در جامعه هر روز این کار صورت میگیره و فقر و فاقگی که در جامعه است از نهایت بیچارگی بالاخره دست به فروش اولاد میزنه دیگه چیز نمانده فرش و ظرف خانه خود فروخته این خانه است که تو فرش و ظرف نداره کی کس بخره دیگه کل سامان از یا 500 هم نمیارزه یا از ناگزیری که اولادای قد و نیم قد دارن به خاطر که این دیگرها تلف نشه یک اولاد خود یا از بسیار ناگزیری از بسیار بیچارگی به فروش رساندن تا بتانن ای دیگرها را عاشه و باته کنه پیام ما برای او در کسایی که مثل مواره که ما در نقش بازی کردیم پول دار هستند سرمایه دار هستند توانایی دارند ما میفهمم که شرایط نابسامان است و از اونا هم این شرایط بسیار دشوار است ولو که تجارت است یک سلسله کارهای تجارت هم در یک حالت بنبست قرار گرفته اما نهایتا از این که احساس پاک دارن از این که همیشه به وطن خود به مردم خود خدمت کردن در این برهه از اساس تاریخ رسالت کسایی است که پیسه دارن پول دارن که
از این حالت که رخ میده از این جلوگیری کنن. جلوگیریش این همیست که یا بر از اینا زمینه کار فراهم کنن، یا بر از اینا یک کار و پیشه را مساعد بسازن هر کسی که توان داره، یا یک پول در اختیار از یا بگذارن قرض اصلا یک شکل شود که اولاد خود نفروشن و تا بتانن امرار حیات کنن، تا که ما از این لحظه اساس و از این زمان خاصه که در شرایط کشور است انشالله میبراییم. اما سر همه کشورهایی گپ آمده، سر همه دنیایی گپ آمده، ما امیدوار هستیم که از این شرایط به زودترین فرصت میبراییم و اینا هم درس خود بخورن، هم تحصیل خود کنن و هم اولاد خود نفروشن و هم کار کنن. سلام دوستای عزیز، شما برنامه ما را که امروز میبینید که با جمع همکارا اینجا ششتیم، آیم خیل سیب است، نقشبندی است، صابر سازاد است، مشتبه جان است، نادر جان است، ببینید به چقدر یک زحمت، یک تب تلاش یک برنامه جور میشه. امید است که شما بیننده ها، شما وطنهای عزیز ما که این برنامه را میبینید، این این برنامه را که شما میبینین، این این برنامه همی فعلا در این وطن ما دوستای عزیز حقیقت داره، حقیقت داره برادر. خانه هاست که شب و روز نان نمیافن، پول ندارن، اولادشان مریض، خانهشان کرایی، پول کرایه را ندارن، مردم به بسیار یک حالت بیچارگی و پریشانی است. چون این برنامه را که ما جور کردیم، امید است که هموطنهای ما، کسای ما که پول دارن، پولدار هستن، ای اونا به یک شکل دیگه، به یک شکل که به یک غریب، به یک بیچاره، به یک بیوزن، به یک خانه کرایی کمک شود. کس دیگه خود نیست که با مردم کمک کنه. شما در شهر در بازار ببینید که چقدر گدا زیاد شده، چقدر مردمای طفلکاشون موترشویی میکنه زیاد شده. اما درک میکنین، امید است که اولاد کسا نخرن و صادقانه به مردم خود کمک کنن. بخیر دوستای عزیز، صادق به خدا گپ آهان خیر سبا نقشبندی سبا ما تذیق میکنم. یعنی وطن ما یک حالت شده. ما این دختر دیدم که در پایای ما افتاده بود، یعنی اگه اولاد که از مادرش جدا کند چقدر مشکل است. و نه تنها سرمت غریبه، یعنی مشکلات افغانستان به حد و به اندازه زیاد شده. خانم صادق، من احساس درک میکنم، چون یک مادر است واقعا عشق خود گرفته نمیتونی. مریم جان، خودت به حیث یک دخترک خردسال که نقش بازی کردی، اما تو یک دخترک خردسال در طرف بدخشان است و نمجا طرف های ولایت است به فروش رسید، ما گزارش از دوره دیدیم و آمدیم مستندش ساختیم، تو چی احساس داری؟ من بسیار احساس یک بیگه قسم جگرم توته توتش که یه نقش بازی کردم. نمیخوام دیگه کسی یه مثل ما واره که یک نقش بازی کرد، نمیخوام دیگه اطفالا مثل اندازه ما یا کنم چه آره، نمیخوام دیگه که بفروش برسانه. کسایی که میفهم که کسایی که اصلا نان ندارن، بیچاره هستن، غریب هستن، اولادای خواهی میفروشن، بسیار که در تلویزیون میبینم بسیار جگرم توته توته میشه. پیام دی دخترک بود، من دیگه چیزی نمیگم، کدام پیام خاص ندارم، فقط اینه میگم ای که استاده ای دست افتاده گیر تا خداوند دست تو را بگیره. تا برنامه دیگه کل ما و شما به خداوند یکتا مسپاریم. بینیم در خدا، زنده باشید، بخیر باشید، سلام.